خب دوستان با یه ویدیو دیگه در خدمتون هستم سلام خدمت تون تو این ویدیو روزهای هفته رو یاد میگیرید ماهای سال رو یاد میگیرید تاریخ های مهم رو یاد میگیرید و اینکه چه چجوری تاریخ ها رو بخونید وقتی تاریخ رو یه جایی می نویسید و یا یه جایی بهتون میگن توی اخباری چه میدونم ملاقاتی که تاریخی چیزی کسی بهتون میگه شما یاد بگیرید تاریخ و اعداد از اولین چیزایی هستن که مهمن و باید یاد گرفته بشه خب قلم و کاغذ که یادتون نرفته لطفا قلم و کاغذ داشته باشید هر جا که لازم شد ویدیو رو استوب بزنید یاد داشتاتون رو انجام بدید و یا دوسته بار ویدیو رو نگاه کنید تا ملکه ذهنتون بشه همونطور که تو ویدیو قبلی هم گفتم بدون تکرار هیچی یاد گرفته نمیشه خب اینجا گنلر یعنی روزها و آیلار آی یعنی ماه آیلار ماها تاریخ یعنی تاریخ خب بریم دونه دونه اینا رو یاد بگیریم روزهای هفته هفتانن گنلری هفته میشه هفته گنلر میشه روزها هفتانن گنلری روزهای هفته خب اینا روزهای هفته هستن از دوشنبه شروع میشن پازارتسی دوشنبه پازارتسی دوشنبه سال سه شنبه سال سه شنبه چهارشنبه 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 پرشنبه پنجشنبه شنبه خب دقت کرده باشه اینا تلفظ اشتباه چهارشنبه و پنجشنبه رو رو برداشتن ولی خب دیگه کارش نمیشه کرد سالها قرن هست همینه پرشنبه پنجشنبه جمع جمعه جمارتسی شنبه جمارتسی شنبه پازار یک شنبه پازار یک شنبه یه بار دیگه کلش رو میخونم پازارتسی سال چارشنبه، پرشنبه جمع جمع ارتسی پازار خب این از روزای هفتمون یلن آیلاره یل یعنی سال آی یعنی ماه یلن آیلاره یعنی ماه سال اجاق Januvar, Ocak, Januvar, Şubat, Fevriye, Şubat, Fevriye, Mart, Mars, Mart, Mars, Nisan, Avril, Nisan, Avril. مایس، می، مایس، می، هزاران، جوان، هزاران، جون و یا جوان، تموز، جولای، تموز، جولای، آگوست، اگوست، آگوست، اگوست آگوست Eylül September Eylül September Ekim October Ekim October Kasım November Kasım November Aralık December Aralık December یه بار دیگه ماه ها رو میخونم اجاق شبت مارت نیسان مایس هزیران تموز آستوس ایلول اکیم قسم ارالک خب این از ماه های سال حالا ببینیم چجوری بخونیم اینا بیر مایس، یک می بیر مایس، و یا میگیم مایسن بیره در هر دو حالت هم درسته بیر ماییس و یا مایسن بیره که میشه اول می اول می روز کارگر هستش بیر ماییس روز مشهوریه و روز تعطیلم هست اون قسم اون قسم قسم اونو اون قسم و یا قسمن اونو میشه دهم نوامبر که روز فوت آتاتورک هستش خیلی براشون مهمه دوستانی که معلم هستن و یا تو دانشگاه ها درس میخونن این روز روز مهمیه احتمال داره برنامه خاصی داشته باشید و این حرف ها بدونید 29 اکیم 29 اکیم و یا اکیمین 29 اکیمین 29 اکی میشه 29 اکتبر که روز جمهوریتشون هستش 23 نیسان 23 نیسان و یا نیسانن 23 -ی. نیسانن 23 -ی. میشه 23 آوریل خب دوستان نگاه بکنید ام این پسفند ها رو ببینید پسفند این رو داریم بر اساس اون ماهی که هستش حالا اون هجای آخری کلمه ای که بهش وصل میشه اینا فرق میکنه مثلا اینجا صدای ای رو داشتیم پسفندی که خواهیم داشت هم صدای کلوفت ای رو داره اینجا اکیم صدای ای رو داشتیم پسفندی که داریم هم صدای نازک ای رو داره و پشت سرش کلمه بعدیش هم اگر نگاه بکنید قواعد واجی قواعد یعنی هماوایی صدا اینجا هم استفاده شده با تمام اعداد و ماها شما میتونید اینها رو تمرین بکنید اگر سوالی هم داشتید من در خدمتون هستم میتونید سوالاتتون رو بنویسید من جواب میدم حالا ببینیم اینجا چه خبره دوکوزونجو آی دوکوزونجو آی یعنی ماه نهم در ویدیوی قبلی که از اعداد صحبت میکرد در اعداد ترتیبی دوکوز میشد نه دوکوزونجو میشد ماه نهم حالا اینجا اینا رو حالت کاربردی استفاده میکنیم

آین بیره یکم ماه آین بیره حالا هر ماهی که توش هستید آین بیره یکم ماه آین دوکوزو نهم ماه آین ییرمی سه بیستم ماه ببینید اینجا که مثلا ییرمی با صدای ای تمام میشه برای اینکه با پسفند ای بتونه متصل بشه باید یه حرف سه اینجا وجود داشته باشه اینم دقت بکنید آین اچو آین اچو یعنی سوم ماه دونه دونه رقم ها رو برید مثلا اول ماه دوم ماه سوم ماه میشه چی؟ آین بیره، آین ایکیسه، آین ایچه، آین دورده. دونه دونه این اعداد رو تمرین بکنید که را بیفته. خب. حالا مثلا میگیم دردنجه آین دودوننج آین میشه ماه چهارم دردونجه آین سکیزه یعنی بیست و هشتم ماه چهارم دودوننج آین سزه این ترس تاریخ خوندن رو دوستان زیاد میبینید مخصوصا زمانی که یه فیش برقی چیزی چه میدونم قراردادی و یا یه توضیحی راجبه تاریخی تاریخ شروع برنامه‌ای چه می‌دونم یه جای ثبت نام می‌کنید اینا اینجوری بهتون تاریخ میدن مثلا میگن 28 ماه 4 که بخوام بگن میگن چی 4 اونجای 28 2 آین 13 اونجای 2 اون اوایکینج جایی میشه ماه دوم اونوچ میشه سیزده این میشه سیزدهم ماه دوم خیلی بعد اینا رو تمرین بکنید ولی یه بار که بشینید همچین دونه دونه به ترتیب دونه دونه ماهها رو روزها رو بخواید بگید همچین که ذهنتون اشباه بشه اون وقت که کاملا را افتادید

birinci ay میشه ماه اول ایکی پسونده ای رو گرفته اینجا یه دونه سه هم باید بیاد دوم ماه اول یعنی روز دوم اولین ماه بدین صورت خب حالا تاریخ ها رو به این شکل نوشتم که مثلا روز ماه سال ببینیم این تاریخ رو چجوری میخونیم میگیم 12 آین ماه دوازده 12 آین 7 سه هفتم ماه دوازده 2011 دو هزار هیوده دو قبلا تو خوندن اعداد بهتون گفته بودم کلمه ربطی بین اینها نمیاد دونه دونه هر بخش رو میخونید و کنار هم میذارید 2017. اونیده مثلا نمیگیم بین و اون یده. میگیم 2017. مورد دوم. آه ببخشید اه، یه مدل دیگه هم میخونیم اینجا مثلا میگیم یده آرالک ماه دوازدهم ها میشه آرالک و یا میگیم آرالن یدیسه ایکیبنونید یعنی میگیم یدی آرالک ایکیبنونیده و یا آرالن یدیسه ایکیبنونیده در واقع به سه جور مختلف اینو میتونیم بخونیم و یا وقتی واستون یه تاریخی رو گفتن به سه جور مختلف ممکنه بشنوید Haberim var da berdi ikinci ayın ikinci ayın beşi ikinci ayın beşi 2018 veya miyim mi beş Şubat mahedovan mişi Şubat beş Şubat veya Şubatın beşi 2018 Şubat'ın 5'i 2018. Morede Berdi. Mügim üçüncü 3. ayın 3. ayın 22'si 2010 3. ayın 22'si 2010 veya mi giyim 22 مارت 22 مارت 2010, 2010 و یا مارتن 22 22 2010 مارتن 22 سه 2010 و به سه جور مختلف ما میتونیم اینها رو بخونیم خب حالا تاریخ هایی که در موارد مختلف ازتون میپرسن و یا باید بهش دقت بکنید دوم تاریخی میشه تاریخ تولد دوم تاریخی باشلانگچ تاریخی میشه تاریخ شروع مثلا تاریخ شروع ثبت نام چه بنام. تاریخ شروع کلاس ها تاریخ شروع یه قانونی حالا هرچی بیتیش تاریخی بیتیش تاریحی تاریخ اتمام بیتیش تارحی تاریخ اتمام اوچوش تارحی میشه تاریخ پرواز اوچوش تارحی تاریخ پرواز گریش تارحی تاریخ ورود گریش تارحی تاریخ ورود چکش تاریحی تاریخ خروج چکش تاریحی تاریخ خروج سون کلانما تاریحی میشه تاریخ انقضا. سون یعنی آخر کلانما یعنی استفاده یعنی آخرین تاریخ استفاده که میشه تاریخ انقضا. سون کلانما تاریحی خب دوستان اینا هم گفتیم امیدوارم که با پشتکار بیفتید دنبال این تاریخ ها و روزها و عدد ها و حسابی راجع بهش تمرین بکنین چون عدد ها رو بلد نباشید تاریخ بلد نخواهید بود در پول مشکل خواهید داشت تو حساب کتاباتون مشکل ایجاد نشه رقم‌ها و تاریخ‌ها رو خوب یاد بگیرید. خب اگر از ویدیو خوشت اومد لایک یادت نره عزیزم حتما لایک کنید هر سوالی هم داشتید بنویسید من در خدمتون هستم موفق باشید